سلام، وقتتون بخیر. من سینا ولی‌الله هستم و با اولین برنامه چند شنبه از این به بعد هر جمعه همین ساعت با شما خواهم بود. اما این برنامه چی هست و چرا اسمش چند شنبه است؟ اینکه چی هست و بذارین آخر برنامه خودتون میفهمین. اینکه چرا اسمش اینم دلیل خاصی نداره. راستش رو بخوایم وقتی داشتیم راجع به اسمش فکر می‌کردیم، بچه‌ها میگفتن ببینیم چند شنبه پخش میشه، همونو بذاریم اسمش. مثلا چهارشنبه پخش میشه، بذاریم چهارشنبه واسینا. دوشنبه پخش میشه، بذاریم دوشنبه واسینا. انقدر خلاصه این قضیه مطرح شد که در انتها گفتیم خب اسمش رو بذاریم چند شنبه، جمعه هم پخشش میکنیم. از همین اول به نوعی با همه شوخی میکنیم دیگه، نشون بدیم که ما تواناییشو داریم با نمک باشیم. شوخی به هر حال چیزیه که هممون شکر خدا میدونیم چیه. شوخی و شوخ‌طبعی تو فرهنگ و ادب ما ریشه عمیقی داره. از شعرهای قدیمی مثل سعدی بگی تا جدیدتر مثل ایرج میرزا و همینطور نویسنده‌های معاصر و غیر معاصر، همه ماشاءالله این خودمون کلی نمک داشتن و دارن. اما امان از اون طرف یا حتی این طرف فرقی نمی‌کنه، حالا هر طرف، کلاً کسی که با شوخی میشه، هر چی وسعت خودمون و دیدمون بیشتر شده، تحمل و جنبمون کمتر و کمتر شده، نسبت معکوس داشته. در واقع جنبه شوخی داشتن یه جورایی مثل آب میمونه برای ماهی، نداشتنش هم مثل وایتکس میمونه برای ماهی، نتیجه خوبی نداره کلا. اما شوخی انواع زیادی داره، ولی بعضیاشو واقعا نمیشه تو هیچ ظرف جنبه‌ای جا داد. معروف ترینش شوخی خرکیه. با نمک اینجاست که ما جنبه شوخی‌های اینجوریمون یا به قولی شوخی فیزیکیمون بیشتره تا شوخی‌های کلامی و غیر فیزیکی. با اینکه تلفات و ضایعات شوخی‌های فیزیکی خیلی بیشتر و جبران ناپذیرتر از شوخی‌های کلامیه. حالا من امیدوارم که این ویدیو واقعی نباشه و حتی فیلمش هم جنبه شوخی داشته باشه، چون معمولا توی صحنه تصادف اینجوری تعادل روحی و جسمی بستگان و دوستان نمیتونه خوب باشه که به این راحتی مثلا با موبایل مثلا بالای سر خواهرشون باشن مردی، بعد فیلمش هم بعدن بذارن توی یوتیوب. حالا امیدوارم که برای شوخی باشه که هم ما ناراحت نشیم، هم شما ناراحت نشیم، هم کسای دیگه که دیدن. اما کلاً جنبه داشتن توی همه موارد از زندگی، کار، عشق، غم، غصه، هر چیزی جنبه داشتن چیز خیلی خوبیه. ولی حیف که یکم سخت گیر میاد. راستش این قضیه ریشه تاریخی داره و از همون قدیم به ما ضربه زده. از اسکندر بی جنبه بگیر که با دو تا پیاله شراب و لوندی دختر خوشگل پاشد تخت جمشید آتیش زد. البته خب جدیداً مثل که گفتن تخت جمشید آتیش نگرفته، مثل این که نمیدونم یه اتفاق دیگه واسش افتاده ما خبر نداشتیم. تا این پسر همسایه خالمینا که اومده بود خونه ما واسه 5 روز بمونه تا خونه خودش حاضر بشه، الان 8 ماه مثل روموبلی رو مبل خونه ما جا خوش کرده. هر واقع جنبه داشتن خیلی راحت‌تر بخوام بگم اینه، ازدواج میمونه، کلن حساب کتاب نداره. همه ما هم از این فقدان جنبه یه جورایی ضربه خوردیم. مثلا همین کارگردان بیچاره ما الان لحاظ روی داغونه بیچاره، نامزدش فهمیده دوست دختر داره، حالا هر دوتاشون ریختن رو هم برن به زنش بگن. آخه بابا جنبم خوب چیزیه، به خدا نکنین این کارا رو، نکنین به خدا، درست نیست. یا این میساق آهنگساز ما، یه همسایه بی جنبه داره، هر شب ساعت 2-3 صبح شروع میکنه با مش کوبیدن به دیوار اتاقش. من که حتما خودم موقع بیدارم که خودم دارم ترومپت میزنم، ولی کلا فکر کنم کار خوبی نیست. دقیقاً میبینین آخه بی جنبگی چی میکنه با روحی این جوونا. آدم خوبه یکم جنبه داشته باشه، یکم تحمل داشته باشه، یکم صبر داشته باشه، یکم صبور باشه، یکم چی میگی بابا تو گوش من؟ چه شوخی کردنه چیه؟ من با تو شوخی دارم. شوخیم چیه؟ اعصاب من رو خورد میکنه.
کجا؟ بس من تکلیفم با این روشن کنم میرم. اینم آهنگ راکی بود وقتی که بندر عباس کلاً کارای ورزشیشو انجام میداد. مسابقات بوکسش رو از بندر شروع کرد، برای دخترای بندر برنامه‌های مختلفی رو اجرا کرد. دیدین که توی ویدیو کلیپ‌های ایرانی آهنگ راجع به دخترای بندر می‌خونن. نمی‌دونم این کجا، این دخترای بندری کجان که با مایو لخت مثلا وسط بندر در حال غر دادن. دخترای بندر هیچ کاری ندارن جز غر دادن. راکی هم از همونجا کارشو شروع کرده، بعدن دیگه رفت برای مسابقات بوکس. یه نکته‌ای هم راجع به این بندمون بگم، اینا هر کدومشون اسم دارن ولی کلاً بنده اسمی نداره. اینو این بندو توی سبد گذاشته بودن جلوی در استودیو، ما هم الان داریم استفاده می‌کنیم ازشون و کلی هم از کارشون لذت می‌بریم. کارشون فوق‌العاده است. شما اگه محبت کنید براشون یه اسم انتخاب بکنید، اسم بند رو شما انتخاب بکنید، ما دیگه از دفعه بعد اینا رو به اسم بند صدا می‌کنیم دیگه. که نه موافقین؟ آره میتونیم فعلا ما یه بند باشیم، بعداً خیلی قوی‌تر که شدیم اصلا میتونید یه کار دیگه بکنید. مثلا میتونید شما یه بند شروع بکنید، بعداً شاید یه روزی مثلا 25 بندو که داریم ولی 24 مثلا 24 اور 26 مثلا یکی قبل و بعدش شاید هم رسیدین به 30. آره ان شاء الله. اما یه سیب تا بیفته زمین 60 بار میچرخه، شاید هم شدیم 40 بند. خیلی هم خوبه. اما بریم سراغ موضوع برنامه. ما موضوع این هفته برنامه رو دیگه تصمیم گرفتیم راجع به همون شوخی و جنبه صحبت بکنیم که یه جورایی از لحاظ جانی در آینده تأمین باشیم. اینقدر راجع به جنبه حرف زدم از اول برنامه، یادم رفت اینو بهتون بگم. تو رو خدا فردا پا نشین برین توی فیسبوک بیانیه صادر کنید بر ضد این برنامه و من و دیگه این آقای شیپور. چی شیپور میذاری گفتی؟ سینا 60 بار من سازار اسپاشو به تو یاد بدم هر شب. اون ترومپته، ترومپت، ساکسیفون، ترومپت و شیپور یکیه دیگه. اه؟ نیست؟ شیپور کدومه؟ شیپور که اصلا ما نمیزنیم، تو نداریم تو سازمون، ما فقط تو مزرعه میزنیم. تو استادیوم فوتبال معمولا. آره، حالا به هر حال آقای ترومپت زن و دیگه نمیدونم خرز مهربون و خانم کوچولو کلا نرید پیج بسازید، اونم با این سرعت اینترنت که مثلا کباب درست کردن شده، مثلا 7 8 تا تب که باز می‌کنی این سیخ کباب پی بعد بری از اول دوباره بهشون سر بزنی ببینیم مثلا چه وضعیتی الان دارن و چه اتفاقی واسهشون افتاده. بذارین یه دو ماه از برنامه بگذره، اگه حال نکردین بعد بیاین اینجا هر بلایی خواستین سر این برا بچهای بند پشت صحنه کارگردان دیگه هر کیو خواستین هر بلایی سر خود اینا بیارید بیارید. من قول میدم حرف نزنم، قول میدم. در ضمن اینم خدمتتون عرض بکنم، من میدونم قبلا شبیه این برنامه رو دیدین، مطمئنا الان خیلیاتون فکر میکنید که به کشف بزرگی مثل پیدا کردن آب تو مریخ مثلا نائل شدید و فهمیدین که این برنامه مشابه داره و مثلا و این چرا کپیه. من همینجا مجبورم متوقفتون کنم که نصف شبیه پا نشین شال و کلا کنید برید ثبت اختراعات و کشفیات حتی شعبه فیسبوکش، چون کلا همه چی رو میدونید که جدیدن شعبه فیسبوک هم داره، برید کشفتون رو برای بقیه رو نمایی کنید. این برنامه ورژن فارسی مجموعه برنامه های معروفی به نام لیت نایت شو که ترجمه که فارسیش میشه برنامه های آخر شب. البته نه از اون برنامه های آخر شب، از این برنامه های آخر شب که من الان دارم تقدیم حضورتون میکنم. تمام دنیا هم همین ساعت پخش میشه، یه برنامه کمدی تفریحی. ما هم کپی رایتش رو گرفتیم که براتون تولیدش کنیم. دیگه راجع به این که چرا خلاقیت به خرج ندادیم و نمیدونم یه چیزی از خودمون در نیاوردیم، من باید بگم که الان تو این دور زمان خصوصا تو زمینه میدیا دست رو هر چیزی بذاری، قبلا برات 100 سال دیگه قبلا یه ورژن یه چیزی شبیهشو ساختن، اگه بخوای شبیه اون رو بسازی باید حق کپی رایتشو بدی. اینم که یه چیزی رو برداری یکم توش تغییر بدی و عوضش کنی به اسم خلاقیت ارائهش بکنی، در واقع خلاقیت نیست، توی ده ما بهش میگفتن دزدی. ولی اگر پیشنهاد و یا مطلبی دارید دقت کنید، پیشنهاد و مطلب، نسخه نه ها، من نسخه نه، پیشنهاد و مطلبی که به بهبود برنامه کمک میکنه اگه دارید برای ما به اینستاگراممون، این پایین دارین میبینین الان اینجا ها باید باشه همینجا، اینستاگرام، توییتر و فیسبوکمون بفرستید و هشتگ ها رو هم فراموش نکنید، هشتگ
چند چنبه، حالا من بعداً یادتون میدم چه جوری اگه بلد نیستین، چون من خودم تازه یاد گرفتم. بعد هشتگ چند چنبه، هشتگ سینا وی ال اچ، هشتگ فارسی وان تی وی. این هشتگا رو فراموش نکنید دیگه. حالا اگه هشتگ دیگه مد نظرتون اومد یا دوست داشتین بذارین، ولی این سه تا رو فراموش نکنید دیگه. مثلا لاو و دیگه نمیدونم بچهای عباس آباد و این چیزای دیگه هم که هست، مثلا این هشتگا رو هم می‌خوایم بذارین بذارین، ولی خب این سه تا رو یادتون نره. بعد فقط میگم مطالبی که به درد ما بخوره، عکس، ویدیو و مطالب مختلف دیگه، نمیدونم خاطر، هر چیزی که فکر می‌کنیم ما تو برنامه میتونیم استفاده بکنیم دیگه. من موضوعاتو میگم، شما برای برنامه‌های بعدی برای ما زحمت بکشید که بفرستید. بعد باز دوباره اشاره میکنم، نسخه نپیچید، کلا نیاد مثلا یه چیزایی بگید که آدم شاخ در بیاره، نیاد بگید دکور برنامه رو اگه میدادین به من مثلا بهتر درست میکنم، چون هستن دوستایی که مثلا یه دفعه میان میگن بچه دکوریه درست کردین، چرا با من تماس نگرفتین، یا اگه به من میدادین من مثلا بهتر درستش میکنم، یا کارگردانی حرکتای دوربین در برنامه شبیه کارهای اسپیلبرگ نیست، به درد نمیخوره. و یکی از نظرات خیلی بانمک اینه که میگن چرا جنبه آموزشی برنامه رو بیشتر نمیکنین. من واقعا نمیدونم این همه عشق و علاقه به آموزش، آخه چرا زمان مدرسه رفتن تو وجود ما حلول نمیکرد؟ آخه باید با لگد و پس گردنی یه صفحه درس میخوندیم و میرفتیم مدرسه، حالا لای سریالای کلمبیایی و ترکی ما دنبال بخش آموزشی میگردیم. آموزشش کجا بود دیگه؟ میشه برنامه نگاه کن، آخه چقدر آخه دنبال تحصیل آموزشی، چقدر آخه. حالا خوبه همه میگن دیدن این سریالا باعث شده یاد بگیرن یه چیزایی به اسم خیانت و دوست دختر و دوست پسر و این چیز، اصلا دوست دختر دوست پسر آدم، مثلا یعنی من دختردار بشم دوست دخترم، مثلا دوست دخترم مثلا بیاد خونه، مثلا من پدر بشم از منظور دوست دختر اینه، یا دوست پسر اینکه پسردار بشم پسرم مثلا دوستش رو تو کوچه بیاره خونه، مثلا با بچه‌م مثلا پلی استیشن، منظور اینه. اینا کلا مثلا هیچ کس نمیدونست که تا 3 سال پیش اینا چیه، که هیچ چیز مثلا نمیدونیم اینا چی هست، اینا فتوشاپه مثلا خوردنیه، هیچ چی نمیدونستیم ما راجع به اینا. به جز اینام که کلی دید، حالا اینا که بخشای آموزشی بوده، کلا در زمینه لباس و مو و آرایش هم ما همچین کم از برای بچهای محله آنالیا و سالوادور تو کلمبیا و سمر و معنت تو ترکیه کم چیز یاد نگرفتیم. تازه کل این قضايا جنبه اقتصادی هم داشته، خیلی از فروش دامن ایزابلا بود، دامن آره ایزابل بود، دامن ایزابل و دیگه نمیدونم ابزار یراق سالوادور و اینجور چیزا کلی پول به جیب زدن. خب این نشون میده که این برنامه ها نه تنها جنبه آموزشی بلکه جنبه اقتصادی هم داشته دیگه. بی‌انصافی نکنید دیگه. حالا اینکه ما جنبه آموزش پذیری صحیح رو داشتیم یا نداشتیم، البته شما خودمون هم نمیدونیم. تازه جنبه آموزشی سریال های تلویزیونی فقط به ما محدود نمیشه که، تو کشورهای دیگه، کشورهای خارجی هم مردم کلی از این سریال های اینجوری آموزش میبینن و استفاده میکنن. این آموزه ها برای همه در واقع قابل استفاده است. مثلا یه ویدیو براتون انتخاب کردم، اینجا یه خانواده بی بنیان هست که قبلا از طریق اینو سریال ها رو پایه و بنیانش کار شده، قشنگ سوس شده واسه ریختن، و نشون میده تو این ویدیو که چطور میشه از این سریال های تلویزیونی استفاده بهینه کرد و چجوری میشه جنبه آموزشیش رو در واقع در زندگی روزمره جاری کرد. خانوم خونه که تا قبل از این سریال اصلا نمیدونسته خیانت چیه، بعد از 40 قسمت که دیده بوده فکر کرده بوده مثلا این تبلیغ مثلا شکلات یا آب نبات دیده، گفته خب منم برم بکنم. یعنی اصلا این خیانت کردن ربطی به مشکلات شخصی و خانوادگی و زن و شوهری نداره که مثلا طرف مشکل داشته باشه بره خیانت بکنه. تلویزیون که میبینه مثل آب نبات مثلا میخواد بره بخره امتحان کنه ببینه چیه. برای همین اینم همین طبق آموزه های تلویزیونی گفته خب بزن خیانتو امتحان بکنیم، و خیانت کرده به آقا و از بدشانسیش هم آقای خونه که اونم 100% هیچ وقت هیچ کاری تو زندگیش نکرده مچشو میگیره، کار بالا میگیره و بگیر و ببند و داد و فریاد. اما حالا اینجا که متوجه شدیم که خانم چه سریالایی رو نگاه میکرده، اما معشوقه تو ویدیو مشخص میشه سریالی که دنبال میکرده سطح آموزشیش خیلی بالاتر و بهتر بوده. ببینید اگه گفتین که معشوقه از کدوم سریال
این تجربه کاریش و این استعدادش رو برای پریدن از پنجره یاد گرفته در واقع. کدوم سریال رو فکر می‌کنی نگاه می‌کرده؟ فکر کنم مونوس و مونوس بود. مونوس و مونوس از پنجره در می‌رفتن. مونوس و مونوس فرار زندان بود که از پنجره در میرن، اون که از توی سوراخ در میرفت ولی فرار میکرد. نه نه نه، پنجره در میرن دیگه، اونجا که میرن توی اگه یاد باشه میرن توی کلینیک، از پنجره کلینیک فرار میکنن. آره یادت با این دستمالا راست. آره اصباری کرد، درسش خوب یاد گرفته. تشویقش کنین بچه‌مونو. راستی تا کار از کار نگذاشته بگم که این برنامه در این ساعت پخش میشه که بچه ها خوابیده باشن ها، چون این برنامه برای بزرگتر از فرده. نگیم بچه 5 ساله ما که نشسته بود داشت با ما برنامه های آموزشی و سریال ها رو نگاه میکرد، حالا تحت تاثیر قرار گرفته، کل زحمات ما برای تربیتش از بین رفته. بچه های عزیز، من از همه تون خواهش میکنم کوچولا برید الان بگیرید بخوابید. عزیزای دل من، لای 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 لای. چی بود این آهنگی باز بچه ها میخوندن؟ لا 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 همون خورشید لال. آره اینو بزنیم ببینم بلدین؟ لالای بلدین؟ من از این آهنگا نمیزنم. نزن بچه ها، هرچی که سینا میگی نباید بزنیم که. نه نزنم باشه. لالایی چیه؟ حالا کلن بچه های عزیز برم بگیرم بخوابن. این برنامه برای بچه ها نیست، این برای بزرگتر هاست. الان شما یه 3-4 ساعتی از وقت خوابتون گذشته. من واقعا نمیدونم شما به کارهای دیگه تون مثل اگه درس میخونید، نمیدونم کی وقت میکنید به این درس بخونید. میبینید شرایط چقدر عوض شده؟ به خود ما که بچه بودیم ساعت 9 شب بعد میخوابیدیم. اگه 90 درجه هم تب داشتیم ما بعد میرفتیم مدرسه فرداش. من یعنی که شب تو خواب مثلا یه دستی پامون قطع میشد، صبح فرداش مثلا مامانم اجازه میداد یه روز مدرسه نریم، ولی روز بعدش 100 درصد بعد میرفتیم. فرقی نمیکرد با پای قطع شدن بعد میرفتیم. الان بچه ها که هر وقت حال نکنن پاشون نمیذارم، از کسی هم جرئت نمیکنه بهش حرف بزنه. درس و مشق هم که از مدرسه که میومدیم بعد میشستیم مینوشتیم یا میخوندیم. تلویزیون هم که فقط 5 تا 6 برنامه کودک دیگه، همین دیگه. بعدش هم تلویزیون برای ما تعطیل بود. حالا الان اگه جرئت میکنی به بچه بگی پاشو از جلو تلویزیون، بچه ها عوض شدن به خدا مثلا نمیشه. گفتم تلویزیون، این تلویزیون دیدن هم از اون مواردی که ما خیلی توش استعداد داریم و میتونیم کلی هم به کشورهای دیگه صادر کنیم. حالا اینکه اینا که داشتیم راجعش صحبت می‌کردیم، بچه‌ها حالا نمیشه چیزی گفت راجعش. ما خودمون هم چی می‌شینیم پای تلویزیون با سریال دیدن، انگار حقوق می‌گیریم که این کارو بکنیم. قرار سر ما پول بریزن به حسابم. آ پول ما رو ریختیم، ما مثلا سریال نگاه می‌کردیم اینجوریه، مثلا انگار به این صورت. یا مثلا انگار دست و پامونو زنجیر کردن به تلویزیون، مجبوریم که اینجوری بمونیم. ولمون کنن غذای روح و حاجت و شکم و همون جلوی تلویزیون به جا میاریم که یه موقع احیانا یه نکته آموزشی از این سریال از دستمون در نره. اما امان از روزی که خدایا ما رو ببخش، خدا نکنه واقعا این اتفاق بیفته. زبونم لال واقعا به قول مادر بزرگم. خدا نکنه که یه قسمت از این سریال ها پخش نشه. اون موقع است که یعنی تمام این شیفتگان هنر شروع میکنن به تراوش آثار هنری در زمینه ادبیات و فرهنگ با موضوع 7 جد و آباد و فک و فامیل ماها و باقی صاحبین تلویزیون و میدیا که شما به ما توهین کردید. ما مسخره دست شماییم که یه اپیزودو مثلا قطع کردین یا نشون ندادین، به اضافه کلی ناله و نفرین که ایشالله خیر نبینید، لبتون به سماور داغ بچسبه دیگه، نمیدونم به تیر غیب دوچار بشید. خب آخه چرا از این فرصت استفاده نمی‌کنید؟ برید به کارهای دیگه‌تون سر بزنید. برید ببینید بچه‌تون چقدر بزرگ شده توی مثلا یه سالی که سریال نگاه می‌کردین، بچه رو نگاه نمی‌کردین چیکار داره می‌کنه؟ یا همون برید. مثلا طرف نشسته کف دستشو می‌خوره، نمی‌چ قراره پول گیرم بیاد. گوشتشو می‌کنه بخارون در مثلا یکی داره پشت سرم حرف می‌زنه. پاشو می‌خارونه. قراره برم سر. بابا پاشو برو حموم. اینا چیه داری میگی؟ چه ربطی داره اینا اصلا؟ اصلا حاضر نیستیم 1 دقیقه از پای تلویزیون بلند شیم. یه بار که 6 ساعت پشت سر هم 6 تا سریال می‌بینیم، بعد 4 بار تکرارش هم می‌بینیم، نمی‌ذاریم یک نکته مهم آموزشی از دستمون بره. روزی یه سریال دیگه، خب 2 تا سریال نه دیگه، خودمون رو کور کنیم. به قرآن، به خدا، مادر پدرای این سازنده‌ها و بازیگرها و هنرپیشه‌ها و کارگردانای این سریال انقدر جدی نمی‌شینن هنرنمایی بچه‌هاشون رو ببینن که ما می‌شینیم. بس که ما هنر دوست و قدر هنر رو می‌دونیم. به خدا در رابطه با هنر و هنرپروری هم اینم میتونم بهش اشاره بکنم به عنوان یکی دیگه از بخشای جنبه. اینکه خواهشاً تا تو همون 2 دهن خوندیم و مامانمون گفت
سرادین گوگوش داریوش میمونه سری نیایم از در همون قبل از اینکه خودمون رو خوش کنیم بشینیم یه آهنگی بسازیم یه ویدیو کلیپی درست بکنیم بریم بیرون به امیدین که معروف بشیم. چه خوبه که جنبه داشته باشیم و سعی کنیم که این آثار رو از استودیو همون بیرون ندیم. خدا رو شکر من هر وقت اومدم بخونم، هر وقت مادرم گفت تو رو خدا پسرم تو نخون، سرادین تراکتور میمونه که بیل تو اجازش گیر کرده، خواهش میکنم تو نخون. صبر دل من سر اومد باز مهدب در اومد و نایمده. البته ذکر این نکته اینجا واجبه که هنر برای ما در موسیقی خلاصه نشده. هنر مجسمه سازی و منبتکاری و کندکاری روی بناهای تاریخی مثل تخت جمشید و جاهای دیگه هم از تقریبا میشه گفتش که استعدادهای ما محسوب میشه. برای اثبات حضورمون ما مجبوریم که از کندکاری استفاده بکنیم. خدا رو شکر فیسبوک هست دیگه، لازم نیست واسه اینکه دختر خالهمون یا دختر همسایه‌مون بفهمه که ما کجا بودیم خودمون رو به زحمت بندازیم شروع کنیم به کندکاری یه ستون از سنگ خارا که هم از کاتاکول بیفتیم. اما به هر حال این خطرش هست دیگه، یه نفر دیگه بیاد روی این اثر هنری که ما خلق کردیم یه اثر هنری دیگه خلق کنه دیگه. راحت یه عکس بگیرین بذارین رو فیسبوک، خدا رو شکر فیسبوک هست دیگه. از اینکه کپی شناسنامه‌تون رو بخواید کندکاری کنید روی ستون مثلا، خب ساده تره عکس گرفتن. البته یه نکته رو من خدمت شما عرض بکنم، برای اینکه با بناهای تاریخی عکس بگیرین لازم نیست که ازش بریم بالا، همین پایین هم میشه عکس گرفت. از ستون 45 متری میریم بالا یه چی، خب اگه این ستونا دیگه الان اونقدر استوار نیست که آب پایه‌هاشو گرفته سوز شده یه دفعه با خود ستون میافتیم، اون وقت دیگه چه ستون بیفته رو ما یا ما بیافتیم رو ستون، کلا شرایط یکسانه تقریبا. یاد یه آهنگ قدیمی افتادم که نشون میده ما از قدیم به فکر محیط زیست بودیم. این آهنگ میگه یا بنویسیم روی خون، رو درم، رو پر پرنده، رو عبر، یا بنویسیم روی بر، روی آب، روی دفتر موج، رو دریا. یعنی کلن منظورمون اینه که ما عاشق محیط زیستیم دیگه. از معنی این شعر همین برمیاد که ما به محیط زیست و طبیعت خیلی اهمیت میدیم. حالا جدا از شوخی من یه نکته خوب شد الان اینو اشاره کردم یادم افتاد، این مجموعه سرونو رو حتما پروموهاشو توی فارسیوان توی شبکه دیدین، من الان دوباره یکیشم براتون نشون میدم و توی برنامه بهش میپردازیم در قسمت‌های بعدی. این یک مجموعه است، یک پروژه جدیدیه که ما داریم بهش میپردازیم در رابطه با طبیعت و محیط زیسته و پیام‌های مختلفی رو از طریق این پروموها میفرستیم و از شما دوستان و علاقمندان هم دعوت میکنیم که با ما با فرستادن عکس، ویدیو، خاطره یا هر چیز دیگه‌ای مشارکت کنید تا در آینده پروموهای دیگه‌ای که میسازیم در واقع از طریق ویدیوها و عکس‌ها و مطالب شما ساخته بشه که مشارکت همگانی داشته باشه. اینستاگرام، توییتر و فیسبوک رو فراموش نکنید، هشتگش رو هم این زیر دارید می‌بینید، استفاده بکنید و به نوعی اینا رو با ما در میون بذارید. اگه موافق باشین یکی از این ویدیوها رو با هم ببینیم. از خیابون ولیعصر خوشم میاد. حتما لازم نیست ساکن تهران باشی تا از اینجا خاطره داشته باشی. بزرگترین خیابون خاورمیانه یه خاطره جمعی تو ذهن همه ما ایرانی‌هاست. اما این روزا این خیابون حس همیشگی رو نداره. یه چیزی ازش کم شده، یه چیزی گم شده. مسیری که روزگار خونه 60,000 درخت چنار بوده الان کمتر از 7,000 تا درخت داره و متاسفانه داستان قطع درختان کهنسال خیابان ولیعصر به بهانه های مختلف همچنان ادامه داره. اما سهم من در حفظ درخت های خیابونی که تهران باهاش نفس میکشه چیه؟ سهم تو چیه؟ به ما بپیوندید و خاطرات و تصاویر خودتون از درختان این خیابون رو با ما به اشتراک بذارید. یه بخش چرندیات داریم تو برنامه که به شایعاتی که در واقع جای مختلف توی شبکه‌های اجتماعی و همینطور دهان به دهان میچرخه میپردازیم. به خاطر ساده اندیشی بعضی از ماها این شایعات واقعیت، شکل واقعیت، رنگ واقعیت به خودشون گرفتن و تبعات مختلفی هم در بر داشتن. قدیما این شایعات به این صورت، به این سرعت پخش نمیشد به دلیل اینکه اینترنت نبود، ولی
حالا به لطف اینترنت دیگه به جای اینکه 7-8 ماه طول بکشه توی 7-8 روز یک خبر پخش میشه و همه راجبش میدونن و مسلماً تبعات زیادی هم داره و اکثرا هم منفی. ما تو این برنامه هر هفته یکی از این شایعات رو براتون میشکافیم تا شما رو هم از واقعیت امر باخبر کنیم. یه وبسایت خیلی خوب و جالب در این زمینه هست که با مدرک و سند و تحقیقات کامل تعتوی دروغ بودن این شایعات رو در میاره. اسمش هم اسم وبسایتش گمانه است و یه فن پیج هم دارن توی فیسبوک به اسم ستاد مبارزه با چرندیات. برین حتما چک کنین، لایکش هم بکنید، خیلی جالبه و منم مطالب این بخش رو 90-95% با اجازه این دوستان از روی مطالب اونها به قول فیسبوکی ها با شما شیر میکنم. برای برنامه اول داستان اختراع بستنی رو در نظر گرفتم و داستانی رو که در واقع اونها مطرح کردن به عنوان شایعه رو براتون مطرح میکنم. البته این مطلب رو مطمئنن در ابتدا به صورت طنز منتشر کرده بودن، ولی بعدن وقتی من دیدم چند تا از دوستان خودم به عنوان یک داستان واقعی دارن بهش استناد میکنن، تصمیم گرفتم که راجع بهش حرف بزنم. البته من خودم این مطلب رو بار اول توی سایت گمانه.com دیدم، ولی اونا خودشون اعلام کرده بودن که مطلب اصلی مال سایت قوزک پلاتینیه که اونم مطالب بسیار جالبی داره، میتونید به اون وبسایت هم سر بزنید. اما داستان اینجوری شروع میشه که تا به حال به این اندیشیدید که چرا هرگز و در هیچ گزارشی یا رسانه خارجی در مورد اینکه بستنی این لیسیدنی پرطرفدار در کجا و توسط چه کسی ساخته شده هیچ حرفی به میون نیامده؟ جواب این سوال در کتاب مردم دوران مشروطه در قفسه‌های خاک گرفته کتابخانه ملی موجوده که اینم یک افتخار بزرگی دیگه است برای ما. داستان از اینجا شروع میشه که فردی به نام کریم باستانی، ملقب به کریم یخفروش، پسر جوانی از شهر ری در بازار آن زمان خیابان جمهوری امروز بساط یخفروشی داشته. یکی از مشتریان غالبا دائمی آقا کریم کارمندای سفارت انگلستان بودن که در همون حوالی کار میکردن. این مواجهه هر روز کارمندا رو در واقع در یک موقعیت صمیمانه تری با کریم قرار داده و کارمندا برای کریم که انگلیسی بلد نبوده نام کریم یخی یا همون به گفته خودشون آیس کریم رو برگزیدن. در اواسط درگیری های دوران مشروطه کریم برای جلب بیشتر مشتری اقدام به پخش یخ در بهشت می کرده و در همین دوران و برای اولین بار با مخلوط کردن شیر و یخ و زرده تخم مرغ و گلاب و شیره ملایر و دیگه باقی مخلفات اولین بستنی تاریخ بشریت رو ساخته که مورد استقبال اهالی بازار و همسر سفیر انگلیس هم قرار گرفته. یه مغازه رو در همون حوالی سفیر انگلیس به کریم اهدا کرده که بر سردر اون هم به زبان انگلیسی اسمو فامیل کریم رو باستانی رو نوشته بودن که به مرور زمان اشتباهاً اون باستانی بستنی خونده می شده، از همونجا بستنی اومده. در زمان افتتاح فروشگاه سفیر انگلیس هم گفته که We name it after you و اسم محصول رو به احترام آقا کریم گذاشتن آیس کریم. و میرزا حسن خان مصطفی، مصطفی الممالک دوران مشروطه، هم در کتاب خاطراتش نوشته این پدر سوخته، تو پرانتز کریم باستانی، لیسیدنی ساخته است از سردابهای یخ یزد سرتر، از لب یار شیرینتر، از پنبه خراسان نرمتر. سالها بعد آقا کریم با یکی از کارمندای سفارت انگلیس به نام الیزابت بسکن رابینز ازدواج کرده و به انگلستان و بعد از اونجا به آمریکا مهاجرت کرده. حالا من به داستانی که تعریف کردم، داستان البته فوق‌العاده است، یعنی کسی که این داستان رو ساخته و پرداخته کرده به نظر من عجوبه‌ای بوده برای خودش، ولی خب خیلی ها پذیرفتن، خیلی ها باور کردن که داستان شکل‌گیری بستنی همین این بوده که آقا کریم زحمت رو کشتن و کلن کریم یخفروش یا آیس کریم، همون آیس کریم هست و بستنی رو هم ایشون اختراع کردن.
اگه موافق باشین من یه بحثی رو همین اول برنامه بیام جلو قشنگ از نزدیک برای شما مطرح بکنم. این قضیه یه ارتباط برقرار کردن با ما برای فرستادن مطلب، عکس، ویدیو از طریق اینستاگرام، توییتر یا فیسبوک یک مبحث خیلی مهمیه برای من به شخصه. تمام مطالبی که به نظرتون جالبه، من اصلا دلم میخواد شما نویسنده برنامه من باشین. دیگه چه جوری بگم دیگه؟ شما نویسنده برنامه من، برای من مطلب بفرستین، برای من عکس بفرستین، برای من ویدیو بفرستین. خیلی هم ساده. شما از طریق توییتر و اینستاگرام و فیسبوک میتونید این کارو انجام بدین. هشتگ رو اگه فراموش نکنید همه چی حله. حالا قبل از اون قضیه من اول بگم که اسپانسر برنامه این که لوگوشو دارید میبینید، یعنی ICM Capital، شرکتی که در طول 24 ساعت شبانه روز امکان معاملات و خرید و فروش ارز و تجارت CFD رو به وسیله اینترنت برای شما دوستان فراهم میکنه. این کمپانی اسپانسر برنامه چند شنبه با سیناست و قراره هر هفته یه سوالو برای شما مطرح کنه و شما هم با جواب دادن به اون از طریق SMS و ایمیل شانس برنده شدن پیدا کنید. اینم سوال اول برنامه است. دفتر مرکزی ICM Capital در کدام شهر واقع شده؟ بابا این که خیلی سوال ساده ایه که همه میتونن برن تو وبسایت پیدا کنن. حالا اشکال نداره. در ضمن جایزش هم $1,000 که خود ICM Capital هر هفته به برنده اهدا میکنه. اما حالا من اجازه بدیم برم از تکنولوژی استفاده بکنم به شما بگم که شما به چه صورت میتونید هشتگ و دیگه نمیدونم هشتگ و باقی چیزا رو توی برنامه ازش استفاده کنید و به من کمک بکنید. الان من با یک حرکت محیر الوغول و شعبد بازانه موبایلم رو منتقل میکنم اینجا و اینستاگرامم که دیگه همتون آشنایید، عکساتونو میذارید بعد برای من میفرستید. مثلا من الان یه عکس از بچه‌ها میگیرم. بچه‌ها بول نخورید دیگه. خیلی خوب. این عکس رو بعد من فیلتر میذارم روش. مثلا این فیلترها رو گذاشتم روش، میرم اینجا همون هشتگایی که گفتم دیگه، هشتگ چند شنبه، هشتگ سینا VLH و هشتگ فارسیوان TV بعد شیرش میکنیم دیگه، میره بالا. ببینم از کدوم. اصلا الان براتون یه فیلم از برای بچهای بند میگیرم موقعی که دارن آهنگ برنامه رو اجرا میکنن. بچه‌ها آماده این؟ خب با هم بریم آهنگ برنامه چند چنبر رو با هنرنمایی بچه‌ها ببینیم. یکی میگه چشمات داره ابرو بالای هر کدوم، کلی میشی شاکی ازش، زود میکشی شمشیر بیرون، حرف که نمیشه زد به شوخی و جدی هر کدوم، جدی که جای خود داره، شوخی و جفت هم هیچ کدوم، هر حرفی که بها داره جایی زیر سوال داره، شوخی میکنیم با همه پیر و جوون فرق نداره، میشه نوبت ما جنبه میشه باد هوا، حکمت این قصه چیه؟ شوخی جای حرف نداره، حالا سینا چند جنبه ها شوخی داره با شما ها، اما فقط یه شرط داره این جمله رو یادت نره، ما باید یاد بگیریم شوخی رو جدی نگیریم. وقتی داشتم به مهمون برنامه فکر میکردم به این نتیجه رسیدم که مهمون اولین برنامه یا اولین مهمون برنامه خیلی 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 مهمه. مهمون امشب کسیه که با استعداد خودش، البته ما استعداد خیلی داریم که در برنامه‌های بعدی هم ازشون دعوت می‌کنیم که توی برنامه حضور داشته باشن، اما کسی که امشب مهمون ماست با استعداد خودش به راحتی میتونم بگم دنیا رو تحت تأثیر قرار داده. مردیه که نامش در تالار مشاهیر جهان در سال 2010 ثبت شده. در سال 2006 به عنوان
یکی از 100 مرد تاثیرگذار جهان به انتخاب مجله تایم شناخته شده. عضو هیئت مدیره دریم ورکس انیمیشنه، یکی از بزرگترین کمپانی‌های انیمیشن سازی دنیا. طراح و سازنده برنامه‌های مشهور و مطرحی مثل دیلی شو و جان استوارت و ساوت پارک، مؤسس VH1 و کمدی سنترال و خالق و بنیانگذار اولین و بزرگترین میوزیک چنل جهان MTV تام پرستن. های هاو ویلکام. ساچ ا بیگ گلد تو هاو یو. تام هاو ار یو؟ ویلکام. ویلکام. ساچ ا پلیژر تو هاف یو اون دی شو. Very exciting. Brand new show. Not more than me. I'm really excited to have such a big man in the media world who's now the first guest of first late night show in Farsi. Thank you so much. Well, I wish I could speak better Farsi, but you know, my English will have to do. But it's a great pleasure to be here. My English is not very good. So don't worry at all. We are actually equal when it comes to foreign language. So, Tom, if you are ready, I have prepared some questions I would like to ask you. Were you surprised at how quickly MTV and now Vice spread all over the world? In 1981, MTV began. It really took a few years for it to become successful. But people who got it liked it immediately. And we knew that it was a question of trying to get it in more places. So in 1987, we took it to Europe for the first time. And then in 1992, we made it into Asia via what was then a new thing called Star TV. So actually came into Iran sort of like, not officially, but as early as, I think, the late 80s, because the satellite would, you know, cover a wide territory. So which year? 1987, 1988. I mean, you could begin, if you had a satellite dish, you could begin to get MTV Europe, that feed, if you, you know, in Iran. When I was a teenager in Iran, there were some people who were selling and renting videotapes. And the most popular one was MTV Collection. Yeah, well, music videos were very new then, so there was like a novelty. People like, there's a whole new way to edit video, and the music was good, and yeah, they were really popular. How did you come up with the idea of launching a music channel? Because back then, no, we were the first. I mean, then there was only three networks in America, and they would play different types of programs. But cable TV began, and then with cable TV, you could have a more specialized format, like all sports, all news, all music, the way a lot of TV set up today. So we took the music video, which was new, and just thought we'd put them together like on a radio station and put it on television. It's a pretty simple idea. Did you have enough music videos that time? We only had 130. That's all we had, and about 35 of them were Rod Stewart. Wow. So we didn't have a lot when we started, but you know, once went on TV and people saw them, everyone wanted to start making music videos. They became a good way for music artists to promote and sell their music. How did you decide which music videos would go on air and which one is good, which one is not good? Well, in the beginning, we'd almost take anybody who had a music video. But then when we got to have some, we thought we'd have a certain type of music format. So we wouldn't play all kinds of music, but we'd play what was like the most popular music then, which was sort of rock and roll music, you know, a little bit of the what they call rhythm and blues in America. But you know, and we changed the format over time, adding hip hop and other things. But you know, it was no classical music. There was no jazz. It was mostly, you know, rock and pop music. Yeah. Where did you get your creative inspiration from? Well, I love working with creative people. I can't play any music myself or do anything, but I get a lot of inspiration from music, and I like anything that's, you know, sort of innovative and cutting edge, what's going on new, like these days, certainly what's going on with the internet is the stuff that's sort of most interesting to me. You know, television continues to be interesting. And, you know, probably television's probably better than ever in every country in the world right now. So,
you know, all kinds of popular entertainment, movies, television, music, are things that really, you know, interest me. I will ask this question again. What was the selection process for music video in MTV after, for example, 5-6 years? Because we have also 2-3 different music channels, but they have very difficult different format selection process for accepting music videos. Yeah, we had, there was like 5 or 6 people. They'd sit in a room and watch music videos, and we used to say, after 4 or 5 years, it was like basically certain kinds of rock and popular music they would want to play, and you know, it had to be kind of cool. It wasn't sort of like, you know, it was new. It wasn't really old. And after a while, we'd get a lot more videos, and we had room to play. So was there any music video you didn't accept it to play on MTV? Oh, a lot. Yeah, a lot of them. What was the reason for that? Well, they didn't like the artist, the video wasn't good, the song was no good. I mean, the usual reasons. But they never want to, you know, if you turn it down, they never want to hear the reason. They always try and get you to play it. Did you ever pay the artists to get the music video, or the artist used to pay? The record company used to pay, and after a while we began to pay for, you know, some exclusive rights for some music videos. But in the beginning we aired them for free. It's like our radio station. But we would pay what was called publishing money to the composers, but not for the music videos. But after 4 or 5 years we began to pay money so money could get back into the community. Of, music get videos. And get them exclusively. Because then there was a lot of channels. In Persian music channels and music channels we have in Iran, they, for example, they put 2 months or 3 months exclusivity, and after that they can give their music video to the other channels. We used to do like 1 month. That was generally it. Sometimes less. Sometimes they'd say, okay, I'll give it to you exclusively, but in exchange for that, I want you to really play it a lot. So it would be sort of worth their while to give it to you exclusively, because they get more plays. We've heard the creation of the MTV logo has an interesting story. Would you share it with us? Well, we didn't have any money. So we just went around to a lot of people and we said, you know, first of all, no one really liked the name MTV, none of the people who even worked there. But then we, for $1,000, we found this company in New York City, and it was just a bunch of kids, and they said their idea was to make a container and they would fill it up with different things. So the logo would be, you know, wouldn't be the same all the time. It would change colors, change, you know, the inside of the container would change. So the consistency would be that it was always inconsistent. So we could have fun with it. And we thought that was, sort of a cooler way to stand out at the time, be different from all the other networks. The other question is, the Daily Show was launched during your time at Viacom. Did you give Jon Stewart any advice when he started? Well, we actually, there was a guy on before Jon Stewart on The Daily Show named Craig Kilborn, but then someone hired him away from us, so we hired Jon Stewart. But Jon Stewart had worked with MTV and Comedy Central for many years. We had 2 other shows with him that failed, and he was a stand-up comedian. That's how we got started. So when we started The Daily Show, it really took like a year and a half before it got good. You have to be patient, you know. I'm sure that won't happen with your show, but it takes a while for people to develop a relationship with someone who's in a, you know, on late night television. So it took him about a year and a half to also get really, you know, comfortable and develop a unique approach to the news. He's a very curious guy, so we kind of let him just be Jon Stewart, you know, be himself and comment on what the news of the day is. And he was surrounded with a lot of good writers, which is important. But he's a really talented guy. How about the other programs you had on MTV, like Punk, Pimp My Ride? These programs also dubbed in Farsi. You know all our programs, Because we dubbed it for Iranian people 5-6 years ago. And they would air on Iranian television? No. We aired in one of the satellite channels, but that was very popular at that time. Yeah. Well, the hidden camera shows are always, you know, every country has a hidden camera show. They're good, they're inexpensive, they can be very funny. And this fellow, Ashton Kutcher, he came to us with an idea. People would be beginning to come to MTV with their own ideas, and then we had the luxury of picking them and doing it. So, you know, usually you start a new show on television, it doesn't work.
but occasionally you get a hit, and that was a punk was a hit. You know, it was a because he was really good. Yeah, he was. And they really made some very clever, you know, punking situations to surprise people. How about the idea of Pimp My Ride? That one also was very interesting. Yeah, well, that was just, you know, people were in, you know, in America, that's where it came, you know, people love cars. They like, in the hip-hop culture, they love cars, and they have these cars that go up and down and do all these various things. So, it was, we didn't really have much money, so we tried to make these shows that were inexpensive. And, you know, decorating a car, doing something to a car that was a little bit outrageous, turns out people were interested in that. You know, who knew? I mean, it was like a cooking show. Who knew people were going to watch people cook on television? Now it's now it's really popular. Yeah, yeah, one of the popular shows. You don't have to have a big drama all the time. Yeah, like Jamie Oliver. Yes, they said the chefs are the new rock stars, sort of. You know, they're extremely popular. You have some chefs here. Yeah, hope to get a little food later. Yeah, definitely. دوستان اگه موافق باشین سری به اتاق فرمان بزنیم باز هم در خدمت تام فورستن خواهیم بود. خب بازم با برنامه چند جنبه در خدمت شما هستیم و در کنار مهمون خوب برنامه‌مون تام فورستن. What's your favorite TV show? Well, there's a show called Breaking Bad in the US. Amazing. Which I think may be one of the best shows. Amazing. People know that. Amazing. Here. Yeah, everyone. Yeah, I think it was the best show ever made. I force everyone to watch the show. Fantastic. Fantastic. Yeah, I like that. And there's a show called Homeland. That's another one of these Homeland dramas. Also. Yes. It's amazing. Yeah, those two things. Those TV is very, very good now. And do you think television is dying right now because of Netflix and the other networks? No. Television will never die. Nothing ever really dies. No, you know, I mean, movie theaters are still around. The radio's still around. TV is where most people watch most of their media all the time. They love it. So, you know, with the internet, you know, you're soon going to be able to get watched what's web video. You watch it on your television. You know, people, so you don't have to sit in front of your computer the whole time. That's becoming, you know, with these new widescreen sets. Yeah. The quality of TV and the writing and is better than the movies these days, I think. Yeah. Especially Breaking Bad. Breaking Bad, yeah. Tom, have you been to Iran? Yes. I went to Iran several times in the 70s, before the Islamic Republic, back in the days of the Shah. I was basically a tourist. And I traveled not everywhere in the country, but I hit quite a few places. I loved Iran. I loved the food. I loved the people. Did you have a good time? Yes. Yeah. Any good memories? Well, I met some, you know, I was young at the time, and I met a lot of people who were sort of my age. I was in my 20s, and I would, in Tehran, and, I got absorbed into a social scene with a lot of young Iranians that was, you know, interesting to me, and how worldly and sophisticated they were. And I loved Isfahan, just for the perspective of a Western tourist, is just one of the greatest cities I've ever been to. Are you still in touch with these people? I'm not. I don't. I know several Iranians, like me, like you. Yes, and I know. You know, in L.A., where I spend some time, they call it Tarangeles because there's like a million Iranians live there, and half of the city of Beverly Hills is Iranian. Yeah. So it's like an Iranian city. So I know a lot of those Iranians. I would love to be able to go to Iran and spend some more time there. That would be, you know, one of my favorite places to be able to go right now. And the last question, what interesting projects are you involved with the media world today? I do a bunch of different things. I work with a company called DreamWorks Animation. They make animated movies, you know, Shrek, Madagascar, yeah. The Crude, so they make about two movies a year, and it's computer-generated animation. I work with them, and we're beginning to do some television projects there and some internet things, so that's kind of fascinating. And I work with another company called Vice Media,
I guess where people make documentaries. They do a lot of documentaries. They do a lot of web video. They go to a lot of interesting places, and you know, they've really been able to get young people to be interested in news and current events. What's going on in terms of, you know, various problem spots in the world or with the environment. They're very, very successful, very smart, and it's fun. It reminds me of being back with MTV in the early days, actually. Do you have any advice for me, Tom? Well, you look like you'd be pretty good in this job. Really? Yeah, looks like you've done this before. You got the look, you got the style. I mean, you got to get some good guests and keep it light and interesting. I think you're. I have do the best great. One right now. Well, I don't know about that. I'm not. I'm sure about. I'm not that. A professional guest. I'm just happen. I just happen to be in Dubai, and it's really an honor to be here. Thank you so much. Thank you so much. It was an honor to have you on the show, and I hope to see you soon again. Yes. And, yes. Good luck with future, the show. In the show. Good luck with the show. Looks thank like you. Thank idea. You so much. Okay. Thank you. All right. Thank you. دوستان همراه ما باشید با برنامه چند شنبه در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. واقعا افتخار بزرگی بود که تام مهمون اولین برنامه چند شنبه بود. در کنار مرد بزرگی مثل تام نشستن و باش مصاحبه کردن کار ساده ای نیست و واقعا فشار روحی روانی زیادی رو به آدم وارد میکنه. اما باز برمیگردیم سر موضوع اصلی برنامه که همون جنبه و شوخیه. منم ولکنش نیستم، یعنی من اگه در واقع سادگی که بچگی کردم، اگه من بخوام به همین سرعت از خیر قضیه شوخی و جنبه بگذرم، تأمین جانی نداریم ما الان. من اگه بخوام به همین راحتی از این موضوع رد بشم و برم راجع به یک موضوع دیگه ای صحبت بکنم، در واقع زندگی خودم رو به خطر انداختم. برای همین ما تصمیم داریم که این جنبه و شوخی رو همچنان نگرش داریم به عنوان ارکان اصلی برنامه، بعد موضوعات دیگر رو بهش اضافه کنیم. مثلا جنبه و شوخی محور اصلی برنامه باشه، موضوعات دیگر رو ما مطرح میکنیم و در کنار همین جنبه و شوخی بهش میپردازیم و راجبش صحبت میکنیم. ازتون خواهش میکنم، شما رو به جون هر کی که دوست دارین از شوخی های برنامه ناراحت نشین. ما که جنبه همه چی رو داریم، خب بیاین جنبه شوخی هم داشته باشیم. خیلی خوبه، آب خود انقدر خوش میگذره. ما شوخی میکنیم، شما میخندین، شما با ما شوخی میکنین، ما میخندیم، خیلی لذت بخشه دیگه. و هر ما هدفمون اینه که یه برنامه‌ای رو تولید بکنیم که همه با هم دیگه بخندیم. موضوعش هم که همین گفتم دیگه، هر هفته حالا فرق میکنه، ولی ارکان اصلیش جنبه است و شوخی. یعنی یادتون نره که این شوخیه ها، یعنی تمام مدت این رو آویزه گوشتون بکنین، یعنی این برنامه نه همش شوخیه. بعد در کنار اون آویزه که به گوشتون وصل کردین به اسم شوخی، این جنبه رو هم از این بر در نظر داشته باشین، یا پشت دستتون بنویسین که یه موقع حالا یه اتفاق دیگه کار خاصی انجام ندین. این جنبه و شوخی برای برنامه ما مثل اکلیل و سرنج میمونه که قدیما باهاش ترقه میساختیم، هنوزم البته میسازن، بچه‌ها زحمت میکشن این ترقه ها رو هنوز میسازن. بعد چهارشنبه سوریا که میریم جنگ، چی ببخشید، میریم تفریح، اینا رو به هر حال استفاده میکنیم، استفاده بهینه و تفریحی ازشون میکنیم. و حالا مهم اینه که این دوتا با هم دیگه کار میکنن، بدون هم دیگه کار نمیکنن. بعدم تقریبا میشه گفت میزانش یکی باشه، یه میزان مخصوصی داشته باشه که درست صدا بده و وقتی که میترکونه قشنگ ساختمونو بیاره پایین. موضوع هر هفته هم در واقع نقش نوارچسب و نایلون و سنگ و باقی مخلفات داشت که میپیچیدیم دورش، میتونه هر هفته رنگ و شکلش عوض بشه که یه خورده تنوع هم داشته باشه، ولی در کل کارش ترکوندن خنده رو لبهای شماست. اون لبهای پر از عشق که از نگاه پرندهی مهاجر در کنار موجها چی کار داریم میکنیم؟ یه لحظه اینقدر احساساتی شدم. حالا به هر حال داشتم عرض میکردم خدمتتون که شما از شما میخوام که برای ما مطلب بفرستین. ازتون خواهش میکنم، به زور، یعنی به زور دارم ازتون خواهش میکنم، به زبون خوش لطفاً برای ما مطلب بفرستین، عکس بفرستین، ویدیو بفرستین، چیزهای مختلف بفرستین که ما تو برنامه ازشون استفاده کنیم. اونایی که خیلی قابلیت استفاده شدن تو برنامه رو داره، ما ازشون استفاده میکنیم. اونایی که قابلیت نشون دادن داره، نشون میدیم دیگه. به هر حال میخوام که مشارکت داشته باشین که این برنامه به نوعی برنامه خود شما باشه. من بتونم وقت با خیال راحت برنامه رو اجرا بکنم دیگه. به هر حال هرچی از تا
طرف شما هم بیاد برای تامین کردن جان و زندگی من هم خب تاثیرگذاره دیگه. برای آدم نگران زن و بچه‌م نمیخوام باشم آخر هر برنامه که بعد از برنامه این دوستان، این عزیزان، این خانواده عزیزم میتونن من رو دوباره تو کانون گرم خانواده ببینن یا باید بیان مرده شورخونه جنازه‌م رو تحویل بگیرن. بچه‌ها زحمت کشیدن جلوی در از خجالتم در اومدن. در حال ما منتظر عکس‌ها و مطالب و ویدیوهاتون هستیم برای من روی اینستاگرام یا صفحه فیسبوک چند شنبه یا حتی توییتر فارسیوان تیوی یا حتی مال خود من سینا ویلچ. عکس ها و ویدیوهاتون و نظراتون رو بفرستین، هشتگ یا همین مربعه گوشه موبایل یادتون نره، هشتگ چند شنبه، هشتگ سینا ویلچ و هشتگ فارسیوان تیوی حتما استفاده کنین. هشتگ های دیگر هم اگه دلتون خواست بذارید دیگه خدمت رو از کنیم. این برنامه روی یوتیوب هم با زیرنویس انگلیسی در دسترس هر کیه که دلش میخواد ببینه. بیشتر منظورم فک فامیلی خارج از کشورتون بود و میتونید بهشون اطلاع بدین که این برنامه را اگه دوست دارن دنبال بکنن. دیگه بیشتر ازم صحبت نمی کنم، قربونتون برم و خداحافظ. جدی نگیریم.